رابطه امام با ولی امر امام زمان صلوات الله علیه قوی نشود. آیا کار ما درست میشه بدون اصلاح نفس؟ آیا همینه ای که با هم هستیم، فرض کنید اینجا جمع شدیم، ویلا خب خیلی هستن با ما موافق هم در عقاید و در همه خواسته ها و اینها، میشود تا خودمون اصلاح نکنیم کار درست بشه؟ تا در عالم راشی و مرتشی و رائش هست کار تمام میشه؟ ممکن نیست بدون اصلاح نفس کاری پیش برد برای جامعه ما کاری بکنیم. همون رفیق نیمه را خواهیم بود، خداحافظی میکنیم با هم در وقت وقتش. بالاخره حالا چه کار باید بکنیم؟ همون کاری که گفتیم، از اصلاح نمیشه دست برداشت. خیلی خوب، حالا اصلاح فعلی ما در چیه؟ همون در برگشت از کارهایی را که ما میدونیم در داخل یا در خارج انجام میدهیم. میلا با این قرآن واضح، با این اشباه قرآن، صحیفه استدادیه، نهج البلاغه، با اینها دیوار اگر معزون بود تصدیق میکرد حرف ما را، با ما میشد. کارهاییست که خودمون کردیم، تدبیر نیست غیر از این که نکنیم، شیما بعد نکنیم، بشناسیم خودمون را، خودمون را بشناسیم، خودمون را نگذاریم از داخله ما در بیاد و بر علیه ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هم شب قدر است و هم شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام، شب شهادت جان پیغمبر. یک موقعی به پیامبر اکرم کسی گفتش که اصحابتونو میشه نام ببرید؟ حضرت شروع کردن به نام بردن اصحابشون، گفتن ابوذر، سلمان، مقداد، این اون، شروع کردن گفتند و گفتند، اسم امیرالمؤمنین رو نگفتند. سوال کننده یه خورده گیج شد، گفتش که شما اسم علی رو چرا نگفتید؟ حضرت فرمودن تو سوال کردی اصحاب کیان، تو نگفتی جان تو کیه که علی جان منه، علی جز صحابی من نیست. امشب شب شهادت امیرالمؤمنینه و شب قدرم هست. این لحظات لحظاتی است که اگر پا به جفت در خونه امیرالمؤمنین بیستیم ما رو میخرن. این لحظات لحظاتی است که دیگه حال امیرالمؤمنین انقدر سنگین شد که امام مجتبی اومدن بیرون در و به این گروه هایی که اومده بودن برای ملاقات گفتن برید دیگه، حال بابام خوب نیست، کسی برای ملاقات دیگه نیاد. رفتن امام مجتبی باز دوباره آمدن پشت در، دیدن یه عده‌ای ایستادن، گفتن من گفتم که برید بابام حالش دیگه خوب نیست. رفتن تو باز دوباره برگشتن، دیدن همه رفتن، اسبغ ابن نباته ایستاده، گفتن اسبغ من گفتم برید حال بابام خوب نیست. گفتش یه حسن جان پای رفتن از در خونه امیرالمومنین اون برتر نداره. حضرت گفتن خب بیا پس تو، که اون روایات آخر امیرالمومنین و کلمات آخر امیرالمومنین و اسبغ ابن نباته اونجا بود که حضرت فرمودن اسبغ من عق والدی فلعنت الله علی، اسبغ اگر کسی عاق والدین بشه از رحمت خدا دوره، اسبغ من ظلم اجیرن فلعنت الله علی، کسی که کسی رو به اجیری بگیره و به او ظلم کنه از رحمت خدا دوره، اسبغ من ابغ من مولاه فلعنت الله علی، کسی که از مولاش فراری بکنه، از رهبرش فرار کنه لعنت خدا بر اوست. بعد گفتن اسبغ من هم برای اینا پدر بودم، هم خادم بودم، هم رهبر بودم. امشب شبی است که اگه پا به جفت در خونه امیرالمؤمنین بایستیم ما رو میبرن تو. بعضیا تصورشون راجع به شب قدر اینه که یک شب است در میان شبها، حالا بین شب 19 و شب 21 و شب 23 یکیشه، باید مثلا به هر جهت به صورت رجاءن اینا رو شب قدر رو بگیریم تا به یکیش بخوریم، به همونی که اصلیه، در صورتی که روایات ما اینطور نیست که شب قدر یک شب است. در روایاتی داریم که تقدیر در شب 19 همه، التقدیر فی لیلت 19 و الابرام فی 21 و الامضاء فی 23. تقدیر در شب 19 هم هست و شب 21 هم محکم شدن اون هست
و شب 23 امضاء اون هست. مثل این حکم‌هایی که داده میشه، حکم همین طوری است که احکام یه موقع در دادگاه‌های بدویه، بعدش میره در دادگاه‌های تجدید نظر، حالا یا تجدید نظر میشه یا همونه، یا دیگه میره در دیوان، اونجا دیگه کاملا دیگه محکمش اونجاست. شب قدر هم همینطوره، بهتر از هزار ماه، بهتر از یک عمر. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی در همین المراقبات فرمودند که بودن از علمایی که وقتی که ماه مبارک رمضان تمام میشد شروع میکردن خودشونو برای شبهای قدر بعدی آماده کردن، یعنی برای یک سال آینده که بتوانند اون شب قدر رو درست اجرا بکنن و آماده باشند. شب 19 هم گذشته، شب ابرام و محکم شدن کار امشب. حالا عرض میکنم چجوری ممکنه در این دادگاه تجدید نظر کنن؟ کلن به زندگی آدم تجدید نظر میشه کرد و میکنند. و شب 23 هم که دیگه امضای نهایی این قدره. خود این سوره مبارکه قدر هم سوره ایست که درش گفتن بر مقام ما اگر میخواید استدلال بکنید به همین سوره مبارکه قدر استدلال بکنید. امام باقر علیه السلام فرمودند با اینکه این سوره هیچ عنوانی از ولی و ولایت نداره، در این آیه مهمش که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، گفتن که این ملائکه یعنی جمیع الملائکه و روح که برترین ملک الهیه، اینا وقتی که دارن در این شب فرود میان، نازل میشن، این شب دارد انا انزلناه فی لیلت القدر، اصلا ما اون هو رو نازل میکنیم که اینا رموزی توش هست که هو نازل میشود، نه فقط قرآن، کلن همه چی نازل میشود در این شب قدر، تمام مقدرات از اون مقام هو نازل میشود. خب این قرار کجا ملائکه و روح نازل بشوند؟ خب اینا فرودگاه زمینی که ندارن که، یه قلبی قرار است اینها رو دریافت بکنه. اینا فرود در مجرد میان، فرود در یک روح انسانی باید بیان. امشب شب امام زمانه، شب قدر، شب امام زمان سلام الله علیه، که باید تمام مقدرات عالم در قلب او فرود بیاد و او بشه واسطه فیض همه عالم. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، از همه عالم امر مقدرات فرود میاد به عالم خلق. لذا امشب رو دست کم نگیریم. حالا نکته تقریبا اخلاقی که به مناسبت امشب بهش اشاره کرد این است که شما اگر ادعیه و روایات و اینها رو بخونید میبینید که یه نکته هست، رمز کاره و اونم انکسار یعنی شکستگی، یعنی دست خالی. اگر میبینید که در دعای کمیل و خیلی از دعا همینی که وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علا نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن، خدای دستم خالیه. اگر کسی این حالت رو داشت که گفتش که خدا دستم خالیه، من هیچی نه، اگه قرار چیزی من آورده باشه من هیچی ندارم. از بهترین توسلاتی که در خود روایت اومده اینجوریه: این کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی، خدا اگه مرگ من نزدیکه و عملی من رو به تو نزدیک نکرد، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، خدا توسل میکنم به گناهم. مگه میشه به گناه توسل؟ آره، اقرار میکنم به گناه، خدا میگه من کار آورده این ندارم، من دستم خالیه. اگر کسی برگرده فکر بکنه که خیلی کار آورده، نه، یکمی کار آورده، این مال شب قدر نیست. هر چی فکر میکنی آوردی بذار پشت در. حضرت خدیجه صلوات الله سلامه علیها، ام الائمه، حضرت خدیجه با اون ثروت که ملکه عرب بود، این کارا آقا ساده نیست، کسی ملکه عرب باشه، یعنی ثروتمندترین زن عرب بود اون موقع. ایشون اومد با پیغمبر خدا ازدواج کرد، وقتی که در شب داشت به رحمت خدا میرفت کفن نداشت رو خودش بکشه، خب یعنی دامن تکون داد دیگه،
لحظات آخر پیغمبر سر بالین حضرت خدیجه سلام الله علیها دیدن که ایشون داره گریه میکنه. گفتن که شما چرا گریه میکنید؟ شما الان وقت گریه شما نیست، الان وقت خنده شماست، دارید میرید. گفتن دارم گریه میکنم این که دستم خالیه. از این که دستم خالیه کی؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها میگه من دستم خالیه الان، میترسم این اعمالو نخرن. گفتن شما جز چهار زن تضمینی بهشتی. گفتن ولی من عمل خریدنی ندارم. کسی که دامن تکون داده بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رو، ایشون هم همینجوری لحظات آخرشون و اواخر عمرشون خیلی گریه میکردن. این شاگردا میگفتن که آقا شما این همه تدریس، این همه شاگرد، این همه حوزه، این همه مسجد، این همه بیمارستان تو کل دنیا شما درست کردید. ایشون گریه میکردن میگفتن اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. عمل خالص کن، ناقد خیلی بیناست. اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. کسی اگر حس کنه که دستش خالیه و واقعا این رو برای خودش جا بندازه، این جزء رموزه. هر موقع کسی زد تو سر خودش میخرن. در همین ماجرای آدم و حوا و شیطان و داستان خلقت، داستان خوب مفصل شنیدید، منتها اون موقعی که اخراج میشن دو برخورد متفاوت، یکی آدم و حوا، یکی شیطان. دو برخورد هست. شیطان اینا رو میندازه گردن خدا، میگه قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. خدا به واسطه اینکه تو منو گمراه کردی، تو منو گمراه کردی، من هم میرم بندهاتو گمراه میکنم. رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، منم میرم زمین رو زینت میدم. ولأغوینهم اجمعین، همشونو فریب میدم الا عباده که من هم المخلصی. این میشه شیطنت، این میشه شیطان که این کارا رو، این نقایص و این چیزا رو از خدا بدونه. اما این طرف آدم و حوا وقتی که اخراج میشن از بهش، حرفشون اینه قالا ربنا انا ظلمنا انفسنا فاستغفر لنا. دوتایشون گفتن خدا ما غلط کردیم، ما ظلم کردیم. و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر رحم نکنی ما قافیه رو باختیم دیگه. قالا ربنا اننا ظلمنا انفسنا. اینا حرفش اینه. اگر کسی حرفش این باشه، فتقبلها به قبول حسن، او رو قبولش میکنن. ما الان باید ما رو قبول کنن، اعمالم بیخیال. یه موقع هست میگن که اعمال رو قبول میکنه خدا، انما یتقبل الله من المتقین. یه موقع هست به حضرت مریم میگن فتقبلها ربها به قبول حسن، خدا حضرت مریم رو قبول کرد. اگر اینجوری بشه ما رو قبول میکنه. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. شما در این داستان علی ابن مهزیار اهوازی که اگر اهواز تشریف بردید حتما به مقبره ایشون برید، بالاخره کسی بوده که خدمت امام زمان رسیده، در حوالی غیبت صغراست دیگه، تقریبا 1000 سال پیشه. علی ابن مهزیار 20 سفر میره که آقا رو ببینه در حج، در عرفات 20 سفر میره نمیبینه. سفر 21 میخواسته نره، انگار ندایی میاد که برو این دفعه دیگه موفق میشی که حضرت رو ببینی. بلند میشه مجدد میره مکه و مجدد نمیبینه. در سفر 21 برمیگرده به خودش میگه که میبینی چه گندی زدی، اینا همش گندای خودته که نمیتونی امام رو ببینی، اینا مشکل توی که تو نمیتونی امام رو ببینی. شروع میکنه خودشو توبیخ کردن. توبیخ میکنه میکنه میکنه، کسی میاد دم خیمه علی ابن مهزیار، میگه علی ابن مهزیار توی؟ میگه بله. یه بلند شو با هم بریم. بلند میشه با این راهنما، بلند میشه میره دم خیمه امام زمان. بعد نقل میکنه خیمه رو چجوری بالا زدن، پرده رو، حضرت کجا نشسته بودن، چهرهشون چجوری بود، موهاشون چجوری بود، فرم نشستنشون چجوری بود، همه رو دقیق نقل میکنه. خدمت حضرت میرسه. بعد حضرت به علی ابن مهزیار میگن یا ابوالحسن، کنیش ابوالحسن بوده، میگن یا ابوالحسن، میگن انا نتوقعک لیلا و نهارا، من شب و روز دنبالت بودم. فما بطع بک علینا، چرا دیر اومدی، چرا دیر اومدی، من دنبالت بودم، چرا نمی اومدی؟ بعد برمیگرده به حضرت میگه که خب من که می اومدم، راهنمایی نبود منو بیاره، راهنمایی نبود منو بیاره. حضرت یه آهی میکشن، سرشو میندازن پایین، با انگشت دارن روی زمین یه مثلا اشاراتی میکنن با انگشت.
بعد میگن نه، میدید مشکلتون چیه؟ اگر اینجوری نبود من میومدم. میگن کثرتم الاموال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم. میگن شما مشغول مال اندوزی هستید، به ضعفا هم که کمک نمی کنید، قطع رحم هم که می کنید. خب اون موقع میخواید با هم ببینید، اگه اینجوری نبود ما میومدیم دنبالتون. بابا امام ابوشفیقه، امام ما را آورده الان اینجا، نمیدونید؟ امام ما را آورده زیر این خیمه تو بیت الله، بشینیم به یاد او باشیم که او صاحب اصلی شب قدر الان، او محبت ملائکه خداست. اونجایی به علی ابن مهزیار گفتن که بلند شو بیا، که شروع کرد به خودش دریوری گفتن. این رمزه، اگر این رمز رو گرفتیم، این همون چیزیست که در قرآن در اون آیات معروف حضرت یونس و ذکر یونسیه اصلا همینه، که وقتی که در شکم ماهی گرفتار آمد، فنادا فی الظلمات، تو ظلمات داد زد. اما کسی هم که نمیشنوه که اونجا در اعماق دریا تو شکم ماهی تو ظلمات داد زد. آقا امشب شب داد و بیدادا، این حواستون باشه. چرا اینجوریه که و ابواب دعا للصارخین مفتوحه، ابواب دعا برای کسایی که داد میزنن بازه. یعنی چی این داد میزنن؟ یعنی چی؟ یعنی از عمق جانش دیگه اینو میخواد. دارد فنادا فی الظلمات، تو ظلمات شروع کرد داد زدن. ماها در ظلمات چاه خودمون باید داد بزنیم. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای تو پاکی، تو منزهی، من گناهکار بودم، من ظالم بودم، اشتباه من بود. اینجاست که فاستجب نالهو و نجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین. ما جوابش رو دادیم و او رو از غم نجاتش دادیم. و این مخصوص حضرت یونس هم نیست، و کذالک ننجل مؤمنین، ما مؤمنین رو همینجوری جواب میدیم و همینجوری ما نجات میدیم مؤمنین رو. غلط کردم یعنی اینی که دیگه گناه رو کسی توجیه نکنه. خب ببینید، ما یک روایتی داریم از حضرت امیر، میفهمند که 4 کار هست بعد از گناه، از خود گناه بدتره. 4 چیز هست بعد از گناه، از گناه بدتره. یکی الاستسقار، یکی این که کوچیک بدونه بگه حالا طوری نیست، یکی این. یکی الاستبشار، خوشحاله، ناراحت نیست. 3 الاصرار، پافشاری میکنه، یعنی توبه نکرده داره، یعنی گناه رو گناه داره میکنه. گناه توبه، گناه توبه، گناه توبه، تا آخر عمرم کسی بره یعنی واقعا پشیمون بشه. گرچه این پارچه رو چرک مرد میکنه، ولی به هر جهت گناه توبه است. اینا اصرار یعنی گناه، 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 که اینو داریم یومتن القلب، قلبو میمیرونه. اگر در قرآن داریم ثم یتوبون من قریبن، آیا مؤمن گناه میکنه؟ اومدن گفتن آیا مؤمن زنا میکنه؟ گفتن میکنه، یعنی ممکنه بکنه، گفتن ولی توبه میکنه. شما این آیات که داره متقیان رو توضیح میده، ببینید اونجا وقتی داره متقیان رو توضیح میده میگه والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله، مثل اینکه برق میگیرتش. کسایی که وقتی که فاحشه انجام میدن، یعنی گناه های فاحش انجام میدن، ممکنه انجام بدن، بله، ذکر الله، یهو برق میگیرتش. فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن. آقا هر موقع گناه رفت تو کاسمون، توبه. ثم یتوبون من قریبن فاولئک یتوب علیهم. پس 3 شد، یکی اصرار، یکی استبشار، یکی استقرار، یکم اقترار. اقترار یعنی حالت توجیهگری روی گناه، این از خودش بدتره. میگه آقا غیبت نکن، میگه همه میدونن، همه میدونن. میگه این دروغ نگو، میگه این دروغ نی طوری است، این اون نیست، اینه. 1000 تا از این توجیهاتی که داریم گناه‌های خودمون رو توجیه میکنیم. ربا نخور، نزول نخور، نه، این اقتصاد نوینه. اگر کسی بگه خدایا گناه کردم، توبه میکنم، خدایا من گناه کردم، این کلید و رمز کار امشب. هر چقدر شروع بکنه توجیهگری بکنه و ذکر بگیره و قرآن به سرمون بگیریم و اینا، با این روحیه توختر چیزی گیرمون نمیاد. من اشتباه کردم، اصلا امشب شب غلط کردنه. فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدا گناهامو اقرار میکنم. این بزرگترین توسل، این کار رو انجام بدیم، واقعا بیاریم تو ذهنمون که من هیچی ندارم، هیچی دم دستم، هیچ، هیچی یعنی هیچی، تا دلت هم بخواد گناه آوردم.
ثواب یه دونه هم نیوردم. این اون موقع میشه وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا. این انکسار روح همه دعاست، روح شب قدرم هست. انشالله خدا این انکسار رو امشب شبهای بعد قدر به ما عنایت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.